گفتین دو سال ماهانر دنبال این قضیه بوده و دو سال پیش این هواپیما در اورلاندو بودن در آمریکا. خب بنابراین پای اولا ماهانر که تحریم هم آمریکا هم اروپا به ویژه بعضی کشورهای اروپا که حالا صحبت خواهیم کرد پرواز به اونجا ممنوعه. به هر حال این ماهانر خودش دستش تو کار بوده دو سال پیش زمانی که این هواپیماها در اورلاندو و آمریکا بودن، یعنی این هواپیماها از آمریکا در واقع قاچاق شدن، اینو میخوایم بگین؟ و اگر شدن مال کی بوده؟ کی دستش تو کار بوده؟ یک شرکتی در آمریکا بود که شرکت خرید و فروش هواپیماهای دست دوم هستش. دست کم فروند نخست رو خیلی خوب میدونم که این هواپیما قبلا متعلق به شرکت هواپیمایی فیلیپین بوده و این هواپیما بعد از اینکه بازنشسته میشه توسط اون شرکت آمریکایی در اورلاندو خریداری میشه و اون شرکت آمریکایی، خب من احتمال میدم به احتمال بسیار زیاد اطلاع نداشته که ماهانر خریدار نهایی اینها بوده. ماهانر تقریبا تمامی این ایرباس های 340 که در این دو سه سال اخیر خریداری کرده از طریق شرکت های جعلی که در کشورهای مختلف ثبت کرده یا شرکت هایی که جعلی هستن مالکیتشون متعلق به ماهانر نیست اما حاضر هستن که این کار رو برای ماهانر انجام بدن. این شرکت ها در کشورهای آفریقای مرکزی هستن عمدتا، کشورهایی که در سالهای اخیر شاهد انتقال قدرتشون به دولتهایی اصطلاحاً برآمده از کودتا بودیم، کودتاهایی که در این کشورها دولتهای وابسته به روسیه رو برده سر کار یا اصطلاحاً متمایل به پوتین رو. و خب موارد دیگه‌ای هم در کشورهایی هستش که اینها رابطه خوبی با آمریکا دارن اما خب ماهانر اطلاع داره که آمریکا روی این کشورها زیاد سخت نمیتونه بگیره. در آسیا به عنوان مثال اندونزی و تایلند، این دو کشوری هستش که ماهانر راحت شرکت‌های جعلی اونجا یا ثبت میکنه خودش یا از شرکت‌هایی که در این کشورها هستش استفاده میکنه برای اینکه این هواپیماها رو خریداری بکنه. در رابطه با این دو فروندی که 29 فوریه به ایران آوردن و الان چند روزی هم هستش که یکیشون فعال شده، فروند دوم هم قرار هستش که در خدمت ماهانر فعال بشه و پروازهای مسافری انجام بده، اینها رو از طریق شرکت گامبیایی ماکا اینوست خریداری کردن، شرکتی که خب من باهاشون تماس گرفتم جوابی به من ندادن با توجه به اینکه یک مقاله‌ای داشتم در رابطه باهاشون مینوشتم و جوابی ازشون نگرفتم. اینطور که برمی اومد این شرکت کاملا شرکت جعلی هستش و احتمال داره که حتی مالکینش هم احتمال میدن ایرانی باشن در کشور گامبیا، چون که رابطه جمهوری اسلامی و گامبیا بسیار خوب شده در سالهای اخیر و شرکت‌های بسیار زیاد ایرانی در اونجا ثبت شدن اخیراً.